سلام به همه هموطنان عزیزم، عیدتان مبارک باشه، مخصوصا به علاقمندان صبح آرزو. امیدوار هستم هر کجایی کسین دلتان شاد باشه و ایام عید به کامتان بگذره. امروز ما در خدمتتان هستم و از طریق خط اسکایپ یک مهمان بسیار عزیز، کیوت، شیرین و نازنین با خودم دارم که حسیبا جان ابراهیمی است. البته بازیگر و فیلمساز است و قرار نیست ما بر شما خیلی زیاد معرفیش بکنم و نیاز هم نیست، چون همگی میشناسنش و همچنان دوست دارم که تا پایانی گفت و شنودای خوبه که ما و حسیبا جان داریم ما را همراهی داشته باشین. حسیبا جان سلام و وقتت بخیر. سلام سلام بر کلگی، بر مردم عزیز افغانستان و بر فامیل مهربانم که خیلی خوششان دخت شده. امیدوار هستم فامیل عزیز و مهربان حسیبا جانم که بیننده هستن عید قیت کم رفت شوه برشان و همچنان عیدت مبارک باشه، لباسای مقبول و نو تبریک باشه. عزیز برمو بگو که حسیبا جان کجا هستی و چی میکنی؟ تشکر یک دنیا و عید تبریک میگم بر مردم عزیز ما. امیدوار هستم که یک عید بدون کدام مشکل، صلح و صفا داشته باشیم. آمین آمین. از این برمو بگو که در استرالیا چی کارا میکنی؟ چطور است ایام عید؟ چطور میگذره؟ عید گرفتین نگرفتین؟ بالاخره چی کارا میکنین دیگه؟ در استرالیا عید فعلا اینجا خوب بخاطر که امی فرهنگ های ما فرق میکنه، اینجا قدر ازش تجلیل نمیشه قسمی که در افغانستان تجلیل میشه و هموطن های ما هر طرف هستن بخاطر که استرالیا یک کشور بسیار کلان است، براحتی هم دیگر را نمیبینیم ولی پیش خود ما تجلیل میکنیم. بسیار خوبه که پیش خود آدم تجلیل کنه، خیلی حرف خوب است. حالا چند مدت میشه که استرالیا رفتی خودت حسیبا جان؟ برام بگو دوستکای پیدا کردی نکردی؟ با دوستایت قرار است جشن بگیری اید را یا هم جشن گرفتین به خانه هم دیگه تان میرین یا نی؟ در رابطه به ای بگو برام. ما تقریبا نزدیک 6 ماه 7 ماه میشه که اینجا هستم. بسیار خوب. و دوستایم امید جان نظامی اینجا هست، قاسم راوی هست، ببخشین راوی قاسمی هست، خب من بهش اشتباه میکنم. دیگه دوستای دیگر ما که دیدمشان، از دیدنشان بسیار خوشحال شدم به خاطر که بسیار احساس تنهایی میکردم اینجا وقتی که آمدم. در روزای اول بر من راحت نبود دل کندن از کابل، زمان برد که اینجا عادت کنم یکم، ولی با دیدن این دوستا برام قوت قلب دادن که میتونم امیرای خود پیش ببرم اینجا. بسیار خوب، جمعتان جمع باشم. امیدوار هستم که اید رامونجا خودتان هم به خوبی برگزار کنین و مثلا خوش بگذره براتون. حالا مسئله اید است و ایدم عید قربان هست، دوست دارم از خاطراتت بپرسم. مثلا یکی از خاطرات جالبت که از دورانی که در افغانستان بودی یا هم دوران طفولیتت بر ما بود که دعید بوده باشه، رفته باشی خانه کسی یک چاکلیت چیزی میزیره همچنان در جیب می بود زده باشی و آمده باشی، از اینا بر ما بگو. آیا شده تو یک چیزی؟ خب زمانی که من خورد بودم 100% اتفاق افتیده. یکان کلچای مزدار خانگی نشده که گیر آمده باشی یعنی گرفته؟ اگه گیرم آمده این بخاطر که ما مردم بسیار مهربان هستیم بر ما چیزی نگفتن. خب بالاخره ایدی هست نی؟ بالاخره ایدی که مثلا میگرفتی بیشتر از پدر جانت بود، مادر جانت بود، خواهرایت بود، برادرای بود، از کدامشان بیشتر ایدی میگرفتی؟ یا ایدی میگرفتی اصلا یعنی یا بیشتر ایدی میدادی؟ هم ایدی میگرفتم هم ایدی میدادم. البته وقتی که کلان شدم ایدی میدادم به خاطر که خورد من کار نمیکردم. بسیار خوب. از پدر جان، از مادر جانم، از برادرایم، بازخوار کلان. در عید قربان اگر کدام خاطره جالب داشته باشی، مثلا خانه از دوستایت رفته باشی، مخصوصا در افغانستان هم بوده باشی، پشت دروازه مانده باشی، بسیار مایوس شده باشی که نه من اینقدر راه طولانی را آمدم بالاخره پشت دروازه ماندم، یا هم عید گشته که رفته باشی با دوستایت که خیلی برات خوشایند بوده باشه، برام در رابطه به یگان خاطره جالبت بگو. خب وقتی که من در کابل بودم به خاطر که 5 سال میشد که من از ایران رفتم کابل،
اوقدر دوست من نداشتم، داشتم ولی نه اوقدر. وقتی که کد فامیل می رفتیم می تشتک، نه کسی پشت دروازه نمی مانده. مگم عید قربان بر ما اوقدر خوشایند نبود، به خاطر از امی کشته کشترهای حیوانای بیچاره. خب از هم خاطر طاقتش نداشتم، خودم من فکر میکردم یک عذاب وجدان در دلم میبوده کنم اون وقتا. نزدیک که خودت فیلم ساز هستی و همچنان در تئاتر کار کردی، برای ما بگو کدام فیلم ها را زیاد دوست داری؟ مثلا فیلم های خیلی قدیمی را یا فیلم های خیلی جدید را دوست داری؟ البته بجز کار کرده خودت که نگویی، حالا من علاقه مند فیلم های خودم هستم. از قدیمی ها دوست داری فیلم یا از جدید؟ کارکردهای خود ما میگین، من هنوز جرأت دیدن کارهای خود ما ندارم و هنوز فکر نمی کنم به اون درجه رسیده باشم که خود ما فیلم ساز یا اکتر معرفی کنم. فقط در حال آموزش دیدن هستم و ما بین فیلم های نه، و اگر قدیم بخوایم من خودم انتخاب کنم، قدیم میتونیم امی داستان ها را بگیریم. در از جدید میتونیم که نوه و شیوه جدید فیلم برداری و لایتینگ ازش بگیریم، و بسیار اگر خوب. این دوتا را میکس کنیم یک جای، به نظر من یک کار بسیار خوب میشه. هستی باجان، اگر یک روز برات گفته شوه که دیگه نمیتونی تئاتر رو فیلم بازی کنی و فیلم ساز باشی، مثلا چه واکنش خواهد نشان دادی و بالاخره چه کاری میخوای بکنی؟ به نظرم اگر اون روز برسه، من دیگه نخواد نفس بکشم. یعنی فیلم و بازی کردن در فیلم و بازیگری مشابه هست به زندگی شما. دقیقا. اگر حسی باجان یک قدرت می داشتی و او از طریق او قدرتت می تانستی خیلی کارهای بزرگ مثلا انجام بدی، چه تغییر در زندگیت می آوردی؟ من تغییری در زندگیم نمی آوردم، مگر این قدرت هم می داشتم صلح را در افغانستان می آوردم، بسیار که خوب. همگی ما وقتی که من مردم را ببینم خوشحال باشند، من خودم خوشحال هستم. از این این خاطر یک خواست بسیار خوب است. کاش که قدرت به حسیب جان داده می شد، برزی که کاش همگی که تشنه صلح هستیم بر صورتش. امیدوار هستیم که با همی عیده که هست همیشه لبخند روی لبان هموطنان ما باشه. سال دیگه که من دارم البته سالات گزینه‌ای خواهد بود و فقط حق داری حسیبا جان که یکش انتخاب کنی، اصلا گزینه نه نداریم دیگه، یکش انتخاب میکنی. برادر یا خواهر؟ خواهر خواهر. والیبال یا فوتبال؟ والیبال موتورسایکل یا موتر؟ موتورسیکل موتورسایکل. حسیبای گذشته یا حسیبای فلحال؟ حسیبای فلحال. حسیبا جان حال نوبت رسیده به یک گیم. گیم جملات هست و قرار است من بر خودت یک جمله را بگم و خودت زود بدون از اینکه وقفه داشته باشی تکرار بکنی. اولین جمله را من برات خواهد گفتم. آماده هستی؟ رئیس بسیار خوب. اولین جمله است که بر ما حسیبا 5 بار زود تکرار میکنه: کشتم شپش شپش کشه شش پارا. درست است؟ اوکی. کشتم شپش شپش کشه شش پارا، 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 کشتم شپش شپش کشه شش پارا. ناجوانیست مقصد هستی با جان قسم که کشتم شپش شپش کشه قسم میگیرم. نه دیگه، مردم باید بفهمه که من دارم چیکار میکنم. خب ولو شپش کشتنم سخت از به صورت بریم روی یک سوال یک جمله سخت تر از این. درست. دو دوز رفتن به بزدوزدی، یک دوز یک بزدوزدید، یک دوز دو بزدوزدید. باش که ایرم برات بگویم خیلی. البته یاد داری هستی با جان، بخاطر که در تئاتر باید این جمله را تکرار کنیم. خیلی نشدی رو چنج میکنیم دیگه. دا جوادی دیست. خب خیر است، بگو هستی با جان ایره برای ما بگو، باز جمله بعدی از که سختتر خواد شد. خودت باز 5 دفعه بر ما بگو. سعیست؟ سعیست.
میگه دو دوز رفتن پی دوز دیدن بز، یک دوز دو بز دزدید و دیگر دوز یک بز. دزد دو بزی گفت به دزد یک بز که من دوز دو بز دزدیدم و توی دوز یک بز. اینال بگو سایش دیگه حسی بازمان مقاله خواندی برام. برسه چی جمله دیگه که من برای حسی میگم، حسی با ایده پس تکرار کن. شش بار زود شست سشوار کرد، 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 شست سشوار کرد. الله خسته نباشی آسیبا جان، زنده باشی. بالاخره آسیبا برنده شد، واقعا استعدادت قابل قدر است که این جمله سخت تو تانستی بگویی. از ما خوب مثلا مثلا اینا جوانیست خود ما گفته نمیتونیم، خب بر شما میمانیم. بر صورتش نجوان هستین شما. آسیبا جان در رابطه با کارهای نوت بگو، در رابطه با فعالیت هایی که در استرالیا داری و قرار است موارد و برنامه های جدیدی که برای علاقمندای خودت داشته باشی. حسیبا یک کسی است که آرام ششتنش نمیآید. هر جایی که باشه و یکم خودم بگم که چرا تو یکم هستی، یکم بیشید سر جایید، یکم زندگی کن. از این خاطر وقتی که آمدم اینجا امی یک دوره را که تیر کردم گفتم که خواستی با این حال فوکس کن سر کارت که چی میتونی بکنی، چطور میتونی بر مردمت از همین طریق از همینجا خدمت کنی. سر یک سری یک چیزا کار کده را ایستم کت دوستا. مجده باشه برای عزیزا. دقیقا بسیار خوب. در آینده نه چندان دور خواد دیدن و شنیدن دبارش و دیگه ای که فکر کده رویستم که چطور میتونم که اینجا ما یک فیلم های نو یک سری فیلم های که مفید باشه برای کشور ما بسازیم. انشالله انشالله ما سرسختانه منتظر کارهای جدید حسیبا جان هستیم. حسیبا جان کمره در اختیارت است، پیام چیز برای هموطنهای عزیز ما داشته باشی میتونیم بفرمایی. حتما. برای مردم عزیز و مهربانم، میفهمم که دوره بسیار سختی را پشت سر گذاشتارن در آیستیم. قوی باشین مثل همیشه، دلتان پر از امید بکنین بخاطر که ما آدم های قوی هستیم. در کل نمی مراحل که در زندگی ما تیر شده امید داشتیم همیشه. امید از خودتان دور نکنین، شاد باشین بخاطر که دیگرها تحمل شادی ما رو ندارن، شما شاد باشین همیشه. یک پیام خودتان نوازین، این همه قدر میخواستم بگویم. یک پیام خوب و کاملا فوق‌العاده است حسیب جان، من انرژی گرفتم. بسیار زیاد تشکر، خیلی خوشحال شدم که مهمان بخش اسکایپ ما در صبح آرزو بودین. سلامت باشی عزیزم، ادامه روز دالی حسیب جان. خداحافظ. خداحافظ.